سلام دوباره به همه عزیزان، به قسمت چهارم برنامه خوش آمدید. در این قسمت مراقبه و درمان خواهیم داشت. من چند لحظه صبر میکنم که بقیه بیان روی خط، چون میدونید برای عزیزان که ضبط برنامه رو میبینن اینستاگرام اگه برنامه بیش از نیم ساعت بشه سیو نمیکنه، برای همین بعد نیم ساعت نیم ساعت قطع کنن و بعد هر دفعه هم قطع میکنم بعد دوباره برمیگردم، بعد صبر کنم تا دوباره بقیه بیان روی خط. تایمرم هم گذاشتم. و یه یادآوری خیلی خوبه که در چهارشنبه سوری طوری اجرا بشه که باعث رضایت همه باشه. یه مقدار افراد تو محیط ایران عادت به ترقه و نمیدونم اینجور چیزا به اون صورت ندارن، چون این جزئی از فرهنگ ما نیست به اون صورت، یا جزئی از روش های ما نیست. البته تو امریکا بیشتر به این عادت دارن، چون در جشن 4th of July اصلا یه چیزی که مردم براش جمع میشن همین ترقه هاست. البته بچه ها ترقه میزنن، به ترقه های کوچیک کوچیک این ور اونور میزنن، ولی معمولا در یه جایی، معمولا یه جایی که دریچه، ببخشید دریاچه هست، یا مثلا یه پارک خیلی وسیعه، یه عده‌ای که پروفشنالن یعنی وارد هستن به این مسائل، از این فایر ورکس هست که میره تو هوا پخش میشه رنگین میشه، این اصلا داستان 4th of July هست که مردم براش جمع میشن و به جاهای به خصوص میرن که این فایر ورکس رو انجام میدن که تو آسمون زیبا میشه، رنگین میشه. ولی چون این داستان از 4th of July هست در امریکا، مردم یه مقدار به این داستان ترقه و این آمادگی رو دارن. خب الان 4th of July، بعضی ها از یه دو روز قبل ترقه در میکنن، یه دو روز بعد ترقه در میکنن، هرچند که یه سری از ترقه ها اینجا غیر قانونیه، ولی خب یه دیت تهیه میکنن، ولی خب یه مقدار بهش بیشتر عادت دارن، چون این جزی از مرمه چاشم مرمه 4th of July شونه. ولی تو ایران چون چهارشنبه سوری بیشتر از آتش و دوستی و دور همیه، یه مقدار مثلا افرادی که از یه مقدار نسل‌های قبل هستن عادت به این سرصده ها ندارن، یا ترسشون میده، یا بعضی بچه ها رو ترس میده. خیلی خوبه که اگر ما به طوری جشن بگیریم که مزاحمت خاصی برای بعضی ایجاد نکنه. اگر هم خواستید ترقه در کنید که بهتره نکنید، ولی اگر خواستید این کارو بکنید، دورور خونه های مردم این کارو نکنید. یه جایی به خصوص تعیین کنید، یه جایی دور توی پارکی، جایی که کمتر مسئله ایجاد کنه، بقیه هم در آرامش باشن. هم شما میتونید ترقتون رو درک کنید، هم مزاحمت برای یه دی ایجاد نکنید. ولی خب چون تو محیط بیشتر بهش عادت ندارن. اوکی، حالا مراقبه. درخواست از توپ رنگین کمان میدیم. یادتون باشه شما میتونید اگه مثلا خواستید از توپ رنگین کمان استفاده کنید، برای یکی از اعضای خانوادتون که مثلا بیماری هم داره میتونید استفاده کنید. برای 2 دقیقه میتونید درخواست بدید برای سلامتی، بلسینگ سلامتی برای اون شخص. یه سوالی که خیلی پرسیده بودن اینه که آیا توپ رنگین کمان به کارما درمان میده؟ به نوعی بله، ولی نوع درخواستش متفاوته. برای میگید بلسینگ بخشش، شما وقتی درخواست بلسینگ بخشش و ورچو میکنید، این کارما رو سبک میکنه و به کارما تعادل میده، تأثیر داره در کارما، ولی نوع درخواستش متفاوته. میگید درخواست میکنم بلسینگ بخشش. ببخشید یه چیزی احساس کردم. ببخشید.
حالا ما از این توپ رنگین کمان استفاده میخوایم بکنیم برای کارمای گروهی مردم ایران. شما ما بین ذکری که میگیم میتونید درخواست های دیگه هم بدید، چون این توپ رنگین کمان توانمنده و میتونه همزمان چند تا کار انجام بده، ولی هدف میخوام که هدف و توجه بیشتر روی کارمای گروهی مردم ایران باشه و ما درخواست بخشش میکنیم، بلسینگ بخشش برای کارمای گروهی مردم ایران، چون این خیلی تأثیر داره در شرایط کل اجتماع. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف، سر کمی به سمت بالا، کف دستاتون رو میتونید باز بذارید روی پاهاتون یا میتونید دو تا دستتون رو بذارید زیر شکمتون. سلام به توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. از تو درخواست میکنیم بلسینگ بده به کارمای گروهی مردم ایران آنطور که به صلاح است در مسیر نور. از تمام فرشته های مقرب درخواست میکنیم، فرشته مقرب مایکل، فرشته مقرب جبرئیل، هنیال، رازیل، جوفیل، فرشته مقرب شمیل، اوریل، تمام فرشته های مقرب که به خلق بشر عشق میورزن و در مسیر نورن، درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از تمام فرشته های عشق درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از تمام اسبای شاخدار که به خلق بشر عشق میورزن درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از روح بزرگ مادر زمین درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از فرشته های نگهبانم، روح بزرگم، روح درونم، معلمای نوریم درخواست میکنم با من ذکر بگید. از روح بزرگ خورشید و ستارگان درخواست میکنم با ما ذکر بگید. از تمام انرژی هایی که در مسیر نور هستند و به خلق بشر عشق میورزند درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از تمام روحهایی که در ایران در مسیر نور هستند درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنیم بلسینگ بخشش بده به کارمای گروهی ایران آنطور که به صلاح است در مسیر نور. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنیم به کارمای گروهی مردم ایران بلسینگ بخشش بده آنطور که به صلاح در مسیر نور. بلسینگ بالاترین بخشش و بالاترین ورچو. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. نقشه ایران رو جلو خودتون تصور کنید. این توپ کل ایران رو در بر میگیره و ببینید که مثل نور طلایی و نورهای رنگین کمان در کل ایران می درخشه و مثل اینه که این کل ایران داخل این توپ قرار گرفته. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. 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 از خالق مهربانم درخواست میکنم بلسینگ بالاترین بخشش و بالاترین ورچو بده به کارمای گروهی مردم ایران آنطور که به صلاح است در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. 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 از تمام انرژی هایی که با ما ذکر میگن در مسیر نور هستند به خلق بشر و ایران عشق میورزند درخواست میکنیم به کارمای گروهی مردم ایران بلسینگ بالاترین بخشش و بالاترین ورچو بدید
آنطور که به صلاح است در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنیم بلسینگ بالاترین بخشش و بالاترین ورچو بده به کارمای گروهی مردم ایران آنطور که به صلاح است در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی بلسینگ بالاترین بخشش بالاترین ورچو بده به کارمای گروهی مردم ایران آنطور که به صلاح است در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم همزمان بلسینگ برای عشق به خود بده به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن، که به خودشون عشق بدن. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. حالا یه 2 دقیقه هم میخوام یه ذکر دیگه بگیم. من سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی،
سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی، سرشار از عشقم و شادی. شاهدم روزی که ایرانم و مردم ایران شاد و سربلند مفتخر به ایرانی بودن، با قلبهایی باز سربلند و سرافراز، در حال جشن و پایکوبی، با در حال عشق ورزیدن به یکدیگر. به لطف پروردگار. اوکی. امیدوارم براتون لذت بخش بوده. میتونید یه مقدار پیام بدید در مورد حستون در این مراقبه و بعد میریم سراغ درمان. درمان امشب برای عشق به خود هست. عشق به خود خیلی مهمه، چون وقتی ما بلد باشیم و به خودمون عشق بدیم، این هم به ارتعاش ما کمک میکنه، هم بهتر میتونیم به دیگران عشق بدیم. عالی بود. لطفاً رفتگان رو دعا کنید. شما خودتون میتونید این کار بکنید، از خالق و فرشته ها درخواست بلسینگ بکنید براش. حس خیلی خوبی بود، ممنون. درمان در موردش بود، عرض کردم برای عشق به خود. سلام. اگه خواب بد دیدید تو کلاس پاکسازی شرکت کنید. کتفم درد گرفت. تشکر از شما. حس خواب دارم از بس دیر شروع. خب بعد بین ما تفاوت زمان 12 ساعت تفاوت زمان بین ما. احساس گرما داشتم، عالی بود. این حس قدردانی خیلی لازمه تو هر اموری. من بسیار شکرگزارم که اینستاگرام هست و من میتونم با شما ارتباط برقرار کنم و در این وقت میتونیم با هم باشیم. این بسیار گرانبهاست، چون همیشه من در این بود نیستم. باید حس قدردانی و شکرگزاری هم به ارتعاش خودم کمک میکنه، هم از اون چیزی که هست بیشتر لذت میبریم. هر چیزی رو، نه حالا فقط این برنامه. شما وقتی حس قدردانی بهش داری، لذت بیشتری هم ازش میبری. عالی بود. نورهای آبی و
توپهایی با رنگ آبی و یه پنجره با چارچوب آبی. بسیار خوب، عالی بود، ممنون ممنون. یه طرف سرم درد گرفت، پشت پلکم پر شد، از اولش آتش دیدم، بعد نورهای سفید و بنفش. بسیار عالی. من ایران رو رنگ سبز دیدم، بعد عزلهای قلبم، نمیدونم این کلمه چیه، قلبم از صبح گرفته بود، خدا رو شکر باز شد. خب خوشبختانه. با گفتن ذکر سرشار از عشق و شادی، باقی از درختان رو میدیدم با صدای شما شکوفه باران میشد. این ذکر خیلی به خود من حس خوبی میده. من یه حسی داشتم چند روز پیش که ما باید یاد بگیریم شاد باشیم. این یه چیزیه که فراموش کردیم و باید عادت شاد بودن به خودمون بدیم. و من درخواست دادم از معلمای نوری که چه ذکری که حس نشاط رو بیشتر کنه و این ذکری بود که به من هدیه دادن و خیلی موثره. من خودم این ذکر رو که میده، همه این ذکرها حس خوب به من میده، ولی این بالخصوص برای حس نشاط حس خوب به من میده. بسیاری حالم خیلی خوب بود. فرنج من در این مراقبه خیلی خمیازه میکشم. خمیازه دفع کردنه، اش ریختن، گریه، خمیازه، اینا دفع کردن یه سری انرژی ها هست، رها کردنه. گریه میکردم، زانوهام درد گرفت، عالی بود. میتونه تو کلاس پاکسازی شرکت کنه. کسایی که با درمان یه واکنش هایی تجربه میکنن میتونید توی کلاس پاکسازی شرکت کنید، کمک میکنه. با درود، اول ایران رو درون یه توپ رنگی دیدم و بعد هم خودم رو در درون یه توپ رنگی. بسیار عالی، سپاس. حیوانات هم تناسخ کردن مثل؟ بله، حیوانات هم تناسخ دارن. استاد با توپ میچرخیدم. بسیار عالی. بدنم داغ شده، با هم پا هم مورمور، عالی بود. در مورد بفرمایید، در مورد پیدا کردن هدف کاری. خب الان دیگه من سوال جواب نمیدم، وقتمون کمه. عالی بود، سپاس، عالی بود، عالی بود. بدنم داغ شد. توپ رو برای کسی که پیش ما نیست میتونیم استفاده کنیم؟ بله، ولی بعد به حد ظرفیت. شکر خدا استاد، من نمیتونم با فشکان تو برقرارم. ارتباط با فرشته خیلی راحته، حالا فقط شما ممکنه حضورشون رو حس نکنید، ولی ارتباط بسیار راحته. ممنون، خوب بود استاد. اوکی، سلامت باشید. حلقه طلایی از کره زمین و نور سفید. توپ رنگین کمان خیلی نیروی قوی داره. بله، به لطف پروردگار. احساس خوبی داشتم، سبک شدم. سپاس. روح پدرم. نور مثل شعب باران به ایران میبارید و ایران در توپ رنگین کمان حل شد. بسیار عالی. من مدتی هر شب مراقبه میکنم و یا اگر گاهی مشروب. اوکی، این الان دیگه سوال جواب نمیدم. من تمام پر از انرژی شدم و رنگ های زیبا دیدم، رنگ های خیلی زیبا، خیلی آرامش گرفتم از خالق و فرشته ها. مهربان، سپاس. سپاس از تمام انرژی هایی که با ما ذکر گفتن، فرشته های مقرب، اسبای شاخدار، تمام انرژی های زمین، خورشید و ستارگان، تمام انرژی هایی که در این قسمت با ما ذکر گفتن، بی نهایت سپاس. و از بی نهایت سپاس از خالق مهربان، بی نهایت سپاس از توپ رنگین کمان که به خوبی و بدون بازخواست به ما خدمت میکنه. بسیار ممنون، خدا رو شکر. فرانوز از توپ رنگین کمان میشه هر روز درخواست داد؟ بله، میتونید همزمان چند تا درخواست بدید، میتونه همزمان چند تا کار انجام بده. تشکر، سپاس، شک شک میشه درباره آینده. ایران آینده درخشانی داره برای پیدا کردن هدف کاری. اوکی، سوال الان جواب نمیدم. خب 5 دقیقه. درمان، این درمان برای عشق به خود هست. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف. موقع درمان فقط بگید من آماده دریافتم، کار خاص دیگه ای لازم نیست.
اگه یه پاکسازی انجام بدید، از فرشته‌های نگهبان درخواست کنید فضای شما رو پاکسازی کنند. سه بار از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. اوکی، چون 2 دقیقه بیشتر نمونده، من میرم برمیگردم و از شادی مردم اشکام سرازیر شد. از شادی مردم اشکام سرازیر شد. از پای شاخدار دیدم با بچه ها بازی میکردم و شکوفه ها صورتی روی سرم مردم میریخت. چه زیبا، چه صحنه زیبایی. خدای شکرت که فرانز عزیزم هست و با آرامش. مرسی ازم، لطف دارید. اینا پیام های مال توپ رنگین کمانه. توپ برای کارما بین 2 نفر چطور؟ اونو بهتر از روح بزرگ درخواست بدید. بله، برنامه رو میتونید بعدن هم ببینید، ضبط برنامه رو ببینید. تا 24 ساعت توی اینستاگرام خواهد بود. حالا من برمیگردم، بعد میتونید پیام بدید برای تجربه با درمان. خدا شکر که صدای شما، وجود شما در ایران داریم. خدا شکر. بله، من خوشحالم که این فرصت هست که با هم باشیم. بعضی وقتا مثل یک، چون میدونیم برنامه های شبکه خودش داستان داره. من تو مدتی که در شبکه برنامه داشتم یه مسئله بود که خیلی رضایت بخش نبود و من واقعا شوک گذارم برای اینستاگرام. حالا یه مقدار بیننده ها مثلا یه دهی که آگاه نیستن نمیبینن، ولی خب خیلی کار منو راحت تر کرده، هم وسیله شده برای ارتباط و واقعا من شکرگزارم برای اینستاگرام، تلگرام، چون خیلی وسیله راه ارتباط رو من با شما رو خیلی راحت کرده. به لطف پروردگار و از پروردگار درخواست بلسینگ دارم برای مسئولین اینستاگرام، تلگرام، که بدین گونه هم به ما هم در مسیر نور، چه خودشون بدونن چه ندونن، دارن خدمت میکنن. بی نهایت سپاس. چون دیگه لازم نیست من استودیو برم، نمیدونم تو ترافیک باشم و بسیار من شوق گذارم. واقعا نعمت بزرگی برای من. مثل یک مادر بعضی وقتا، مثل حس یک پدر بعضی وقتا، مثل عشق بعضی وقتا، نیرو من نیرو میدی. مرسی، لطف دارید. پسرم همه دور هم جمع شدن و توپ رنگین کمان و صد به همه نور میداد. بسیار عالی. توپ برای کارما نیست، میتونید بلسینگ بخشش بدید. نمیگید به کارما درمان بده، ولی میگید بلسینگ بخشش بده، اون به کارما کمک میکنه، سبکش میکنه. اوکی، من برمیگردم، بعد میتونید اطلاع بدید برای تجربه با درمان و بعدم بلسینگ.